سلام، به کانال ما خوش اومدید. ممنون میشم قبل از شروع روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش کلیک کنید. مریم امید، ملقب به مزین السلطنه، فرزند میر سید رضی رئیس اطبای سمنان، خواهر میرزا ابراهیم خان امید السلطنه، اولین نماینده مردم سمنان در مجلس شورای ملی و مادر عبدالله میرزا سالور بود. تحصیلات اولیه خودش رو نزد پدرش در خانه فرا گرفت و به دلیل حضورش در خانواده‌ای تحصیل کرده و باسواد و داشتن ذهنی جستجوگر و علاقمند، از برخی تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان آن روزگار مطلع شد و چون علاقه زیادی هم به آموختن علوم جدید داشت، به خواندن زبان فرانسه و آموزش عکاسی مشغول شد. در 16 سالگی با حسین قلی سالور عماد السلطنه ازدواج کرد که عبدالله میرزا سالور حاصل این ازدواج است و یک سال بعد از آن از او جدا شد. 7 سال بعد با قوام الحکما ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند شد. قوام الحکما یکی از مشوقان او برای کارهای فرهنگیش بود. پس از فوت قوام الحکما او دیگر ازدواج نکرد و به تنهایی 2 کودک خردسال خود را بزرگ و همزمان تمام وقت خود را صرف امور فرهنگی کرد. مزین السلطنه در سال 1291 خورشیدی مدرسه دخترانه با نام مزینه تأسیس کرد برای ترویج و تشویق تحصیل در سطوح مختلف جامعه. در مقابل 2 شاگرد که شهریه پرداخت می کردند، 1 شاگرد مجانی نام نویسی می کرد و با خانواده ها قرار می گذاشت که تا پایان دوره تحصیلی حق بیرون آوردن بچه ها را از مدرسه ندارند. این مدرسه دارای 2 شعبه بود. یکی دارالعلم که علوم مختلف از جمله خواندن و نوشتن فارسی، عربی، فرانسه، تاریخ، جغرافیا و ریاضیات رو در اون تدریس می شد و دختران در آخر سال تحصیلی توسط وزارت معارف امتحان می دادند و پس از کسب موفقیت در امتحانات مدرک می گرفتند. این مدرسه در کنار باغ آصف الدوله خیابان فردوسی امروز قرار داشت. مدرسه دوم دارالصنایع بود و در آن دختران هنر و فنون از جمله خیاطی، قالی‌بافی، جوراب‌بافی و زردوزی را فرا می گرفتند. معلمین این 2 مدرسه همه تحصیل کرده و از هنرمندان زمانه خود بودند. علاوه بر اون، مزین السلطنه بازرس کل امتحانات مدارس دخترانه اون زمان هم بود. او عضو انجمن همت خواتین بود که از اولین انجمنهای سیاسی و فرهنگی زنان در ایران بود که از اهداف آن تحریم کالاهای خارجی و ترویج کالاهای وطنی بود که یکی از تحریم‌ها منع خرید منسوجات خارجی بود. قرار بر این شد که تمامی مدارس دخترانه، اعم از معلمان و دانش آموزان، همگی از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند و هر کس سرپیچی کرد از مدرسه اخراج شود و هیچ مدرسه دیگری نام آن دانش آموز را ننویسد. به این ترتیب در عرض 1 ماه حدود 5000 نفر به این تحریم پیوستند. مزین السلطنه در نشریه شکوفه فعالیت‌ها و سخنرانی‌های مربوط به این انجمن را انعکاس می‌داد و این نشریه به عنوان سخنگوی انجمن فوق در آمده بود. او در گسترش این تفکر نقش بسزایی داشت. بانو مزین السلطنه در سال 1298 خورشیدی در اوج فعالیت‌های خود در سفری که به سمنان داشت بر اثر عارضه قلبی درگذشت. ممنون از همراهیتون تا انتهای ویدیو. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و برامون کامنت بگذارید. ممنونم. خدا نگهدار.